بچه من باز یه میکاپ تو اینترنت دیدم و دلم خواست که انجامش بدم. شما هم قرار مجبور بکنم که 0 تا 100ش منو همراهی بکنید. البته مجبور نیستید میتونید ویدیو رو بردارید و اینا، ولی نگاه کنید دیگه، قراره چیز خفن در بیارم اگه خدا بخواد. خلاصه که میکاپی که این سری انتخاب کردم ایشونه. دیدم من تقریبا همه اینجور چیزا رو دارم، فقط مثلا رنگ موهام مشکیه، این موژه ها رو هم ندارم، من موژه‌امو یه مدته که برداشتم، ولی چسب زخم خوشگل داریم که ما با تنه کرومی هم داریم این چسب زخمو، یه سری نقاشی و اینا هم کشیدی که ما نگین میچسبونیم به جای نقاشی. خلاصه که قراره یه چنین چیزی بشه. اما پرچالش ترین قسمت این میکاپ اینه که خیلی خط چشمه عجیبی کشته زیر چشش و من نمیدونم وقتی که موژه ندارم قراره چجوری اینقدر خوب بشه. اصلا موژه مصنوعی دارم، فقط چسبوندنش یه جورایی خیلی سخته. بیاید که انجامش بدیم، یه چیزی در میاد دیگه. خب بچه ها، برای شروع این دختر باید ابرو نداره. منم آردی ابرام همونطور که میبینی رنگ مشکی نیست، ولی بازم ابرو رو از اینم باید کمرنگتر بکنیم. خلاصه که بریم انجامش بدیم. اول که مثل همیشه باید تا جایی که میتونیم همه چیز رو سفید بکنیم. این سری ابروهامون هم جز به اون چیزاست، یعنی باید این ابروها خیلی محو بشه. امیدوارم که بشونم انجامش بدم، یعنی یک بارم که شده دلم میخواد میکاپ 100% این بشه. حالا چون ما یه سری چیزا رو نداریم 100% نمیشه، ولی 60-70% هم بشه به نظرم یک برد محسوب قراره بشه. واسه بچه ها یادتونه من مثلا شاید حدود 6-7 ماه پیش یا شاید هم بیشتر نمیدونم گفتم که آره یادتونه من چقدر پوستم جوش داشت، بیایید بهتون روتین پوستیمو بگم. تا اون ویدیو رو ضبط کردم شاید یه ماه بعدش لپم چنان لکهایی زد، چنان جوشهایی زد، یعنی اصلا باورم نمیشد. بعد مثلا یه سری ها میگن که آره این جوشهایی که روی لپ در میاد مال بالشت کثیف و اینجور چیزه، که من خیلی بالشتم رو بالشتیمو میشورم، یعنی اصلا امکان ندارم مال بالشتم باشه دیگه. خلاصه تمام چیزایی که میتونستم و امتحان کردم که لپم جوش نزنه، از فیشیال بگیر تا چه میدونم ضد لک و ضد جوش و تونر و آبرسان و میسدارواتر و همه چی، ولی واقعا فایده ای نداشت دوستان. خاطر این نیست میکنم که یکم باید شاید هورمونی چیزی باشه این مشکل، نمیدونم. خلاصه به امون خدا گذاشتم لپامو که با جوشاش زندگی بکنه، چون واقعا خسته شدم، حتی چیزم انجام دادم مزونی دلینگ، ولی اونم جواب نداد. چه بسا که آخرین باری که رفتم برای فیشیال باعث شد که یک لکه خیلی وحشتناک اینجای شونم بزنه و هنوزم لکه کم و بیش هست. به خاطر همین دیگه کلا تصمیم گرفتم که یکم شل کنم و اجازه بدم هر چیزی که قراره بشه بشه. فکر میکنم که این دورم بزنیم دیگه بس باشه. میبینم که ابروها محو نشد پس باید چیکار کنم بچه ها؟ من از این چسب مسبا ندارم برای اینکه ابروامو بزنم نیست و نابود بکنم، چون اگه توی ویدیوهای خارجی دیده باشید یه چیزی میزنن به ابروهاشون بعد این ابروه کلن از بین میره، حالت چسب مانندیه که بچه ها چاره ای نیست، میکاپ مناطق محرومی باید پیش بریم. خب دوستان در این حد سفید شدم، بریم سراغ ادامه کار. حالا باز ما یکم جلوتر سعی میکنیم بازم ابرومو از اینم محوتر بکنیم، هرچند که احساس میکنم یه جورایی خیلی محو آردی. آقا این دختر ما کلن کانتور خاصی من روی صورتش نمیبینم، کلن از سفید صورتی و مشکی استفاده کرده. در نتیجه بریم سراغ آرایش چشمش، که برای آرایش چشمش من واقعا فکر کنم باید برم موژه بزنم، حتی بازم همین موژه ها رو ندارم، اما یک کارش میکنم، بذارید اول برم موژه ها رو بذارم و بیام، چون موژه گذاشتن خیلی فرآیند خسته کننده و طولانیه، مجبورم که کوچولو به شما بگم که صبر کنید. با موژه هام برگشتم دوستان، بریم ادامه میکاپ. حالا که موژه گذاشتم نوبت چیه؟ نوبت خط چشی کشیدن. این خانم خیلی خوب خط، اصلا نبید اول زیر چشم سفید بکنیم. من اینو دارم که فکر کنم به دردم نخوره. بذارید ببینم رنگ سفید دارم. یه چنین چیزی دارم بچه ها، اگه یادتون باشه توی یکی از ویدیوهای دیجیکالامون آنباکس کرده بودیم که خود دارشوک رنگ سفیدم داره. البته یادم که قلموش به هیچ دردی نمیخورد. در نتیجه آبم نیاز داره به نظرتون؟ نکنه خشک شده دوستان. یکم توش آب ریختم ولی نمیدونم که قراره رنگو بیدار بکنه نکنه، نمیدونم والا. خب دوستان من از این براش استفاده میکنم و امیدوارم که سفیدش بگیره، هرچند توش آب ریختم و نمیدونم که با آب ریختن درستش میشه کرد یا نه. در هر حال
دیدیم که اینو درست کنیم. این کلا زیر چششو تا جایی که میدونم سفید سفید کرده. و بچه‌ها مثل اینکه کم و بیش کار میکنه. این بانو خیلی هم میز کار کرده. ان شاءالله که ما هم یه روز به این درجات از هنر برسیم. مراحل دلقک شدن مثل همیشه. دوستان میدونید من مشکلم چیه؟ اینه که قلموی ریز ندارم. مثلا اگه یه قلموی ریزی داشتم خیلی کمکم میکرد الان یه میکاپ از این بهتر ارائه بدم. بچه من فکر میکنم که باید اجازه بدم این خشک بشه. خب دوستان میریم سراغ ادامه کار که خط چش کشیدنه. ماشاءالله بانو یک خط چشی کشیده که خیلی سیاهه. ببینید من داخل چشام به نظرم سیاه بکنم خیلی بهتره تا اینکه این خط چشو بکشم، ولی خب این گوشه چشمو دیگه مجبورم. تو جایی که میبینم حسابی بلند خط چش کشیده و ما هم بلند میکشیم، بکنم که این خوب باشه. حالا بریم اونکی چش که کار سختمون اونکی چش الان یکم باید کلوفتر باشه. خب خوبه، حالا باید بریم سراغ زیر چشممون، چون که این بانو زیر چشش رو کلا نقاشی کشیده یک جورایی. از اینجا گرفته بعد اینجوری اومده به اینجا رسیده. میبینید؟ اینجا خیلی باید موضوع باشه. خب فکر کنم که خوب شد. حالا باید نقاشی بکشیم بانو. این نقاشی هست که سخته. خدای این که دارم با خط چش میکشم و مطمئنم این دختره با قلمو کشیده اینا رو. تاروها در شرایط سخت روش میکنن دوستان. ولی بچه بوغن کرو سختیه با اینجور نگوش نکنید. پیشنهاد میکنم شما هم برید انجام بدید و منو یکم درک کنید. نظرتون چیه دوستان؟ من فکر میکنم که راستش بد نشد. شاید 10 از 10 نیست، ولی به نظرم یه 7 از 10. حالا باید بریم اونکی چشم که به نظرم اونکی چشم دیگه من واقعا نمیدونم میتونم یا نه. دون چقدر سخته. این چه میکاپی بود انتخاب کردی آیشور جان؟ اصلا بهش اینطوری نگاه نکنید دوستان، اصلا جدا کار سختیه. جدا حس کنم دارم اتم میشکافم. دوستان یه جوری انجامش دادم. میدونم که خیلی شبیش نیست، ولی فکر میکنم که شاید میتونه بدم نباشه راستش. یه جوره تمام سعی و تلاشمه دیگه. خب میریم سراغ قسمت بعدی که باید همه چیو صورتی بکنم. همه چیو جز قسمت های سفیدو. بریم که اینجاها رو صورتی بکنیم. تماما اینجاست دیگه. ببین از زیر چشش صورتی کرده تا بالای چشش. این فرایند به ما کمک میکنه که یکم ایرادایی که آرایش من داره هم پوشیده بشه. بچه میخوام یه تیکه از این سفیدی ها و سیاهی که توی پوستم وجود داره رو از بین ببرم. خب بعد یک کوچولو دیگه سفید بکنم داخل چشمو. خب فکر کنم که اینجوری بهتر شد. بریم سراغ ادامه صورتی کردن همه چیز. البته یه جورایی تسک انجام شده است. همه چی واقعا به قدر کافی صورتی شده. این جلوی دماغش هم خیلی صورتی کرده. نمیدونم چرا انقدر دماغشون رو صورتی میکنن. نمیدونم چه علاقه به مریض نشون داده شدن دارن. مثلا چرا نمیخوان اینجور میکاپ خودشون رو سالم و در سلامت کامل نشون بدن. نمیدونم. خب بریم سراغ مشکی کردن داخل چشم. دوستان این میکاپ واقعا احساس عجیب غریبی داره. اینو بهتون بگم. میدونید این دختره داخل چشم رو کلن خط چشمی کرده فکر کنم. ولی من نمیخوام این کار بکنم آخه. همین که اونقدر خط چشم ندارم آخه. خط چشم تموم میشه بخوام پشت پلکم و کلن خط چشم بزنم. بکنم اینجوری خیلی حرفه‌ای‌تر و بهترم هست بانو. بدونم که دفعه بعد از من یاد بگیره و این حرکت رو بزنه. یکم دیگه هم این موژه‌مون رو چیز کنیم، محو کنیم. الان چون اینجا سفیدم دارم حس میکنم اگه سفیدش هم بکنم یه دور خیلی بهتر بشه. و بعد دوباره بریم سراغ این کانسیلره. این بار با سفیدم قاطی میشه. امیدوارم که خیلی بهتر محو کنم برامو. خب این از این. یه کار دیگه مونده و اونم اینه که این تیکاس چیزمونو یه صورتی خیلی خوشگلی زده. حتی یاسی طور داره. اینجاهای چششو کلن یاسی کرده. وای بچه انقدر میکاپ این دختر خوشگل شده. میکاپ من واقعا انقدر خوشگل نشد. استوکم دارم روند دلقکی رو ادامه میدم. یک بار نشد که میکاپمون به اندازه این بانوان زیبا در بیاد. نمیدونم من چرا انقدر تیارش کردن دارم ضعیف عمل میکنم. بعید میدونم که بتونم از این یاسی تر بکنم. چسب زخم. شاید چسب زخم همه چیو بپوشونه.
بعید میتونم، ولی خب یک عدد از این چسب زخمای کرومی رو برمیداریم و میزنیم به دماغمون. کجایی؟ اینجا. اونم که وسط باشه، طور جون جدت وسط باشه. آره خوبه، بد نیست. به این صورت من واقعا نمیفهمم فازه میکاپ ها رو. بعد بالای چشاش یه نگین چسبیده، یه نگین آبی و دو تا صورتی. دوستان احساس عجیب غریبی دارم مثل همیشه. کاش یه بار مثلا این میکاپ هم خوب در بیاد. آه چشم سومم باز شد دوستان. کجا چسبوندم؟ یعنی بدون آینه من قشنگ کورم. اوپ. و دو تا هم صورتی که من دو تا بنفش میچسبونم که به این کرومی هم بیاد. یکی رو اینجا میزنیم و یکی رو اینجا میزنیم. دیگه صدام هم داره از ذهن میره. بعد اینجا شد خانم نقاشی کرده که من نقاشی نمیکنم، چون که این رنگای من خیلی بد بودن، بچه ها ترک میخورن و من نمیتونم با اینا نقاشی بکنم. این میتونم نقاشی بکشم به نظرتون؟ وای میشه. ما به جای اینکه از رنگ سفید استفاده کنیم، از رنگ بنفش استفاده میکنیم. بچه ها چه خوشگل شد اینی که کشیدم. بعد اینجا میخوام یه دونه قلب بکشم. حالا اینجا قلب رو کشیدم، اینجا چند تا حباب بکشم. باحال شد به نظرم بچه ها، نه؟ او راستی مثلا روژ لب نزدیم. یادم رفت باش که روژ لب بنفش داشتم، خیلی میومد به میکاپ هم. این تا اینجا یک کار و یکم فیکس بکنیم میکاپ هم به نظرتون. دیگه هرچی مونده رو ما فیکس میکنیم. یه سری ایرادا دارم میبینم، سبکای اون ایرادا رو محو بکنم. خب دوستان فکر میکنم که این میکاپ تام شد. البته این دختره خب از دماغش داره خونم میاد، که احساس میکنم به قدر کافی میکاپ هم دلقک گونه هست و نمیخوام این دیتیل بسیار مهم و دیگه اضافه بکنم، چون همونطور که میبینید ماشالله خیلی شبیه شده. میخوام از دماغم هم اینجوری یه خون بیارم دیگه، رسما میتونم برم پارک و استخدام دلقک ها بشم. در نتیجه بیایید موهامو شونه بکنم و ببینم که چی در اومد. دوستان یعنی واقعا یکی از حماسی ترین میکاپ هایی بود که تا حالا زدیم. بذارید این گوشا رو هم اضافه کنم که لاغر یکی فکر کنه که میکی ماوس یه چیزی شدم، چون این میکاپ اصلا زیبایی به هم اضافه نکرده. احساس میکنم که قبل خیلی خوشگلتر بودم، ولی حالا میکاپ عجیب غریبی هست. اما به نظرم حالا من شاید یکم بد انجامش دادم و اگه شاید یکم بهتر انجامش میدادم یکم خوشگلتر هم میشدم. اما خب به طور کلی یه تجربه جدید دیگه بچه ها میکاپ کردن. نمیدونم شما هم میدیدید که قبل هموم کردن میرید حسابی میکاپ های عجب قیبه امتحان بکنید یا نه. اینجور میکاپ هم یه چنین حکمی برای من داره. برحال مرسی از این که من رو چنین میکاپ های عجب قریب همیاری و هدایت، نه هدایت که نه، همیاری میکنید. امیدوارم که توی میکاپ های بعدی هم ببینمتون دوستان. به خاطر همین یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. کامنت هایی که این سری انتخاب کردم و تا یه ویدیو دیگه بچه ها لطفا، وقتی میکاپ هم بده همه جمله ها من یادم میره. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون. خدا بز.